صحبت کنید در مورد آقای اسماعیلی، آقای مطهری. سالی که رفتن نیستن ایشون حضور ندارن. جست خواهد کرد استقلال، این برنامه داره انجام میشه. یه تعدادی که گرفتیم قطعا رسانه‌ای شده، یه چند نفرم در حال انجام هست. در مورد آقای هردانی چی؟ هردانی هم داره انشالله کارش انجام. شیمبار خیلی هوادارا سوال میپرسن، اونم در دست اقدامه. ایشون هم داره نهایی میشه. سلمانی هم اینطور درسته؟ سلمانی هم داره نهایی میشه الحمدلله. آقای مددی شایعه شده که کرونا دارن و نیومدن امروز باشه. چه سالت دارن این خورده؟ میان توی ان شاء الله امروز. قضیه رشید مزاری رو خوشا کشید. رشید مزاری هم اینطور بازیکن ما فرشید قرارداد داره. و فرشید هم رشید مزاری مصاحبه کرده بودن تو ورزش مردم که قراره که رشید قرارداد داره دیگه. نه قرارداد داره تا راجبش تعیین تکلیف بکنیم، ولی قرارداد داره. از نظر حقوقی قرارداد داره ایشون و میباید همکاریش رو ادامه بده. حالا ممکنه باشگاه دیگه بره که بعد مذاکره کنیم در رابطه باشه، ولی راجب جدا شده ها که بهتون عرض کردم، فرشید اسماعیلی که داریوش شجاعیان و ارسلان مطهری 23 نفر درصد جدا شدن. آقای رایان تفاضلی چی شده؟ دو نفری که عرض کردم جدا شدن. ارسلان مطهری هم که فعلا جز در واقع نفراتی هستش که باش فعلا تمدید نکردیم. ممکنه که تو این چند روز اتفاق بیفته و تمدید کنن، چون امروز لیگی رو از دست داد استقلال. خود ارقام مثل این که بالا است، درسته؟ ارقامی که خواسته بودن ما زیر بار نرفتیم، درسته؟ ما ببین مبنا رو گذاشتیم بر اساس عملکرد، کیفیت عملکرد خود بازیکن ها. آره ما در واقع شرایطی که برای قراردادهای امسال تعریف کردیم بر اساس عمل کرده و اینو هم خود سرمربی تیم نظرش مثبت بود، هیئت مدیره هم در واقع با همین در واقع فرمولی که عرض کردم موافقت کردن. بنا شد که قراردادهای جدید رو ما امسال به این شکل ببندیم. بازیکنانی که واقعا نسبت به تیم استقلال خوب تعصب دارن، واقعا عشق و علاقه دارن، موندن و الحمدلله تمدید کردن و کارو ادامه دادن. بازیکن جدید دیگه این رویه تو باشگاه دیگه هم انجام میشه. آقای من اعتقادم اینه که این رویه بعد تو تمام باشگاه اتفاق بیفته تا خود باشگاه هم در واقع خروجی داشته باشن از عملکرد بازیکن. اگر این اتفاق نیفته یه طرفه میشه، خود بازیکن ها در واقع انتهای فصل مطالبه شون میخوان چه عمل کرده داشته باشن، چه بازی کرده باشن، چه نکرده باشن. ولی که بازیکنی که واقعا بر اساس در واقع این نوع قرارداد بیا در خدمت تیم و باشگاه باشه، قطعا عمل کردش خیلی کیفی تر خواهد بود و این به نفع دو طرف است، هم بازیکن هم خود باشگاه. حالا به عنوان سوال پایانی، شلوغ هم هستش، در مورد جلساتون صحبت میکنید، آقای مجیدی بودن، آقای مظلومی بودن، حالا دستور جلسه رو اگه بگید ممنون میشم. مراجعه به این بازیکنایی که در واقع چند تا بازیکنی که بنا داریم تمدید یا در واقع جذب جدید داشتیم صحبت کردیم و برنامه‌ای که برای بازی جام باشگاه‌های آسیا هست که انشالله طی چند روز آینده تیم اعزام خواهد شد. خیلی ممنونم.